با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز به همه خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در این موج تازه اعدام ها در ایران از دست دادن تسلیت عرض می کنم. وضعیت اعدام در ایران همیشه هولناک و سرسام‌آور بوده و متاسفانه ما یک بار دیگه در دو ماه اول سال جاری شاهد یک موج تازه از اعدام ها در کشور بودیم. مقامات جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی دارند در استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد جو رعب و خفقان، به خصوص در شرایطی که اعتراضات در کشور شکل میگیره. همیشه ما شاهد افزایش اعدام ها هستیم برای اینکه صدای اعتراض در جامعه خفه بشه. معمولا زندانیان متعلق به گروه ها و مردمان تحت ستم مثل کردها، بلوچ ها و عرب ها از اصلی ترین قربانیان هجمه جمهوری اسلامی ایران به حق حیات هستند. همونطور که شما اشاره کردین، بر اساس تحقیقات مشترک عفو بین الملل و سازمان عبدالرحمن برومن، ظرف دو ماه گذشته دست کم 14 بلوچ، 13 کرد و یک زندانی عرب اعدام شدند. تعداد واقعی میتونه بالاتر از این باشه. من یاد میکنم از زندانی سیاسی عرب حسن عبیاد که هفته پیش دوشنبه پیش پس از 13 سال از گذشت زمان از دستگیریش اعدام شد. بر اساس اطلاعاتی که ما به دست ما رسیده، او در دوران بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود، از جمله مورد خشونت جنسی قرار گرفته بود. بازجوها به بیزه های او شوک الکتریکی وارد کرده بودند و تا آخرین لحظه اصرار داشت بر بیگناهیش و اینکه هیچ دستی در قتل مأمور انتظامی که به او نسبت داده شده بود نداشته. به همین ترتیب آرش احمدی، زندانی کرد، هم در رابطه با عضویت در گروه های سیاسی به اعدام محکوم شده بود و حکم اعدامش هفته گذشته به اجرا گذاشته شد. این اعدام ها در واقع پیامی هستند از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جامعه که به هجمه خودشون به حق حیات و سرکوب میخوان ادامه بدن، هم در پشت میله های زندان با بردن زندانی ها به پای چوب دار و هم در کف خیابون با تیراندازی های مرگبار به سمت معترضان. خانم بهرنی، در این گزارش به موارد تکون دهنده‌ای همونطور که الان هم اشاره کردین از اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی هم اشاره شده. در مورد جزئیات این شکنجه‌ها و همینطور مستنداتی که در اختیار دارین توضیح بفرمایید. احکام اعدام در ایران همواره پس از محاکمه های به شدت غیر منصفانه صادر میشن و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و بیرحمانه از زندانیان گرفته میشه. همه زندانیان عموما در دوره تحقیقات از دسترسی به وکیل خودشون و حتی یک وکیل تسخیری هم محروم هستند و در مورد کسانی که در رابطه با اعتراضات جاری هم به اعدام محکوم شدن، همین نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه صادق بوده. ظرف دو هفته گذشته دست کم 12 نفر دیگر، 6 مرد عرب و 6 جوان بلوچ به اعدام محکوم شدند. هر 6 جوان بلوچ که بین سنهای 19 سال تا 25 سال هستند، در رابطه با شرکت در اعتراضات اخیر حکم اعدام گرفتند و اونها تحت شکنجه های زیادی قرار گرفتند. شکنجه هایی که ما مستند کردیم، شلاق، ضرب و شتم، آویز کردن از سقف، شوک الکتریکی، خشونت جنسی و تجاوز در رابطه با معترضان دستگیر شده بوده. در رابطه با این 6 زندانی بلوچ هم شکنجه ها هولناک بودن. مثلا در مورد ابراهیم ناروی، بر اساس اطلاعات ما بازجوها به بیزه های او سوزن زدن و در مورد منصور دهمرده آنچنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که بینی و دندون های او شکسته. از این جهت این حجمه حق حیات واقعا وحشتناکه و لزوم ضرورت داره که جامعه جهانی از همه اقدامات لازم برای جلوگیری از اجرای این احکام اعدام و لغو اونها تلاش بکنه.